دستاورد پاکستان از جهاد در افغانستان. بزرگترین دستاورد پاکستان از جهاد در افغانستان فروپاشی نیروی هوایی افغانستان و ساخت بمب هسته‌ای بود. پاکستان با حمایت از گروه‌های مجاهدین و فرمانروایی بر آنها توانست ارتش نیرومند افغانستان را از بین ببرد. از آن زمان تا کنون افغانستان هرگز دارای چنان ارتش نیرومند نشد و امروزه هیچ نوع جت جنگی برای نیروی هواییش ندارد. حمایت پاکستان از جهاد در برابر ارتش سرخ باعث شد تا این کشور به متحد اصلی آمریکا در منطقه تبدیل شود و اعتماد کشورهای غربی را با خود داشته باشد. همین امر سبب شد تا کشورهای غربی از فعالیت‌های هسته‌ای پاکستان چشم پوشی کنند و سرانجام در سال 1998 پاکستان نخستین آزمایش بمب هسته‌ای‌اش را با موفقیت انجام داد. ارتش پاکستان به ویژه آیسای در تقسیم بندی این کمک‌ها به گروه‌های مجاهدین نقش اساسی داشت. غربی‌ها بیشتر کمک‌هایشان را بر اساس وفاداری گروه‌های مجاهدین به پاکستان انجام می‌دادند. از همین رو بیشترین کمک‌ها را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دریافت می‌کرد. آغاز نبردهای شدید میان مجاهدین و دولت افغانستان سبب شد تا میلیون‌ها نفر از افغانستان به پاکستان مهاجر شوند و این روند بهانه‌ای بود تا پاکستان کمک‌های بیشتر را از غرب و کشورهای عربی دریافت کند. پاکستان با استفاده از کمک‌های غرب و کشورهای عربی برای گروه‌های مجاهدین توانست زیرساخت‌هایش را بسازد و ارتش خود را نیرومند کند. در زمان جهاد هزاران قلم وسایل نظامی افغانستان به پاکستان منتقل شد، از هواپیمای جنگی گرفته تا راکت‌های اسکات و از همه مهم‌تر موشک‌های استینگر. این فرصت‌ها باعث شد تا پاکستان به کشور نیرومند در منطقه و به عنوان نخستین کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای مبدل شود. پس از پیروزی مجاهدین و روی کار آمدن حکومت استاد ربانی، پاکستان وضعیت را به مرام دل خود ندید، به ویژه آن که احمد شاه مسعود به نیت اصلی پاکستان پی برده بود و از پاکستان دستور نمی گرفت. تلاش های پاکستان برای به قدرت رساندن حزب اسلامی بی نتیجه بود و در نهایت پس از چند سال گروه طالبان را تشکیل داد تا افغانستان را به ایالت پنجم خود تبدیل کند. ایجاد گروه طالبان باعث شد تا پاکستان میلیون ها دلار از کشورهای عربی و غربی دریافت کند. در زمان طالبان پاکستان محموله بزرگ از زباله های هسته‌ای اش را در یکی از ولایت های جنوب افغانستان دفن کرد. منفعت را که پاکستان از جهاد در افغانستان گرفت، این کشور را از فرش به عرش رساند. نعیم شریفی، افغانستان ژورنال. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از مطالب بعدی ما آگاه شوید.